تشییع جنازه 5 تن کشته های حمله اسرائیل به پدافند ماهشهر. پزشکیان، تلویزیون رژیم، 7 آبان. جمهوری اسلامی ایران پاسخ مناسبی به تجاوز رژیم صهیونیستی خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران پاسخ مناسبی به تجاوز رژیم صهیونیستی خواهد داد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر حق پاسخگویی ایران به اقدام تجاوزکارانه این رژیم علیه حریم هوایی کشورمان گفت: ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع خواهیم کرد. واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما، در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعا کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم از نیروهای نظامی و امنیتی و مسلح کشور، برادران پاسدار و بسیج تشکر میکنم. تسلیت پاسدار سلامی، سرکرده سپاه، به سرکرده ارتش رژیم به خاطر 4 تن کشته های پدافند ارتش در ماهشهر. پیامدهای تلخی در انتظار صهیونیست است. اقدام رژیم صهیونیستی نشان از خطای محاسباتی و درماندگی این رژیم است. رسید ضربات وارده تحت هدایت امام خامنه ای. دوام توفیق در اجرای مأموریت های محوله تحت لوای ولایت و هدایت های رهبر عظیم و شأن و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی را آرزومندم. وزیر خارجه رژیم پرده‌ها را کنار زد و معلوم شد پیشاپیش خبرهای حمله و هدف‌های آن به طور مرتب به رژیم داده می‌شد. عراقچی: ما از عصر قبلش نشانه‌هایی را دریافت کرده بودیم. این نشانه‌ها و اخباری که داشتیم مرتباً با دوستانمان در بخش نظامی در اختیار اونها قرار می‌دادیم. پیام‌هایی هم در همان شب با اطراف مختلف رد و بدل شد. تا 12:01 من درگیر این پیام ها بودم
و درگیر انتقال آخرین اطلاعات و تغییراتی که داشتیم. آقای دکتر، شما به عنوان وزیر امور خارجه چطور مطلع شدید از حملات بامدادی دو شب گذشته و اینکه آیا شما هم مثل بعضی ها از صدای انفجارها از خواب پریدید؟ ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه هایی رو دریافت کرده بودیم و مبنی بر احتمال حمله در اون شب، خب این نشانه ها و اخباری رو که داشتیم با مرتبا با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم و پیام هایی هم در همون شب با اطراف مختلف رد و بدل شد. شاید تا حدود 12:01 من درگیر این پیام ها بودم و درگیر انتقال آخرین اطلاعات و تحلیل هایی که ما داشتیم به بخش نظامی خودمون و خب طبیعی هم از ساعت 3:04 که حملات انجام شد دیگه بیدار بودیم و پیگیری میکردیم و اقداماتی که باید انجام میدادیم، پیام هایی که باید ارسال میشد در حال به وظیفه خودمون عمل کرد. آجوشو، یعنی دستگاه دیپلماسی مطلع بودن از این حملات؟ ما به تو از نزدیک رصد میکردیم و میکنیم همیشه تحولاتی رو که در اطراف ما میگذره و نشانه هایی رو دریافت کردیم که ما رو مطمئن کرد که این حمله انجام میشه. خیلی سپاس. خط و نشان کشیدن میان توهی عراقچی. ما قطعاً از خون اینها نخواهیم گذشت. حق پاسخ به این تجاوز قطعاً محفوظ است. ما صرف نظر نخواهیم کرد. خب البته ضرباتی زدن، اونقدری که تبلیغ میکردن و روش مانور میدادن که چه خواهند کرد و چه خواهند کرد اصلا در اون حد نبود. مقابله خوبی هم توسط نیروهای نظامی ما با این حملات صورت گرفت. البته خساراتی هم وارد شد و ما چند تا از پرسنل قهرمان ارتش ما هم به شهادت رسیدن که ما قطعا از خون اینها نخواهیم گذشت. حق پاسخ ایران به این تجاوز به خاک ما قطعا محفوظه. ما ازش صرف نظر نخواهیم کرد و در زمان مقتضی انشالله این کار انجام خواهد شد که حالا مسیر خودش رو داره طی میکنه. سخنگوی وزارت خارجه رژیم: برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این حقی است که هم مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران هست و هم حقی است که طبق حقوق بین الملل برای هر کشوری که در معرض تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور قرار میگیره وجود داره. لذا ما فارغ از صحبت‌هایی که رد و بدل میشه، در پاسخ خودمون قاطع و جدی هستیم، در به نحو مقتضی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن. حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس رژیم: باید این شبها نتانیاهو خوابهای آشفته ببیند تا زمانش برسد و سیلی محکمی را دریافت بکند. رژیم صهیونیستی از خط قرمز عبور کرد، اما او می‌داند که از خط قرمز عبور کردن یعنی چه. نه تعلل میکنیم نه شتاب زده. باید این شبها نتانیاهو خوابهای آشفته ببینه تا زمانش برسه و سیلی محکمی رو از طرف نیروهای امنیتی ما و سپاه پاسداران ما و ارتش ما انشاءالله دریافت بکند. بیات عضو مجلس رژیم: اگر یکی بزنند 10 تا میخورند. باید وعده صادق 10 اتفاق بیفتد. در ارتباط با انتقام باید گفت که به فرمایش حضرت آقا، چون اگر یکی بزنند 10 تا میخورند، باید وعده صادق 10 اتفاق بیفته، نه وعده صادق 3. ما منتظر انشالله وعده صادق ده هستیم، منتها نه عجولانه، نه با تعلل، بلکه به جا و به موقع به تأثیر از فرمایشات حضرت آقا.
کارشناس حکومتی در تلویزیون رژیم. کاری که اسرائیلی‌ها به اسم پاسخ به وعده صادق دو انجام دادند، اقدام جدیدی محسوب می‌شود و اسرائیلی‌ها بایستی از حالا به فکر باشند که چگونه جمهوری اسلامی این صورت حساب را تسویه خواهد کرد. ما وقتی که عملیات وعده صادق دو را اجرا کردیم، این در پاسخ به اقدامی بود که اسرائیلی‌ها علیه میهمان ما در تهران انجام داده بودند. بنابراین اقدام ما یک اقدام کاملا مشروع، قانونی و حقوقی بود. کاری که اسرائیلی‌ها به اسم پاسخ به وعده صادق دو انجام دادن، این در واقع اقدام جدیدی محسوب میشه، میشه یه صورت حساب تازه. و اسرائیلی‌ها بایستی از حالا به فکر باشن که کی این صورت حساب تسویه میشه و چگونه جمهوری اسلامی این صورت حساب رو تسویه خواهد کرد. اما جبهه اصلی جبهه لبنان هست، اینو باید حواسمون باشه. اسرائیلی‌ها بختشون را در حمله به ما آزمایش نمی کنن و بختشون در حمله به ما رقم نمی خوره. بخت اسرائیلی ها در جبهه لبنان رقم می خوره، در مواجهه سنگینی که الان با حزب الله دارن. در بیان رهبر معظم انقلاب هم اخیراً فرمایشی داشتن آمده بود، اینجا سرنوشت اسرائیل تعیین میشه، در عین این که حق ما در پاسخ به تعرض دیشب اسرائیل هم محفوظ هست.